کتاب سفر به وادی جان، اثر مجید خرمی. از پیش با این موارد خود را آماده سفر کنید. توانمندی خود را باور کنید. بالند روان و از افکار بیهوده و تکراری دوری کنید. دیوهای درون را چون آز و حسد، خودکامگی، ترس و خشم را از خود دور کنید، چنان که ترس و خشم هوشیاری را از مسافرش می‌گیرد. اگر تن و روان سلامت نداشته باشید، هر سفری رنج‌آور و نافرجام است. توان تسلط بر احساسات و عواطف مهم و راهگشا است. هماهنگی وجود با هستی بسیار مهم است. خود را تنها و بدون یاری دهنده فرض کنید و گمان پرتوان آگاهانه برای سفر داشته باشید. اما سفری که مقصود ما سادگی روان، هوشمندی پندار و رهایی از قید جهان پیدا با توان تشخیص برای دوری از توهم ذهن را می‌خواهد. از سوی دیگر آگاه باشیم زمان در وادی جان تازش ندارد، زیرا عاری از مکان فیزیکی است. پس جایی که مکان نیست زمان هم نیست. به گویش دیگر جای گاه وجود ندارد، بنابراین جا به جایی یا حرکت فیزیکی رخ نخواهد داد که مفهوم عددی زمان بگیرد. در این سفرها که به ساحت جان است، تغییری ایجاد نمی شود، بلکه تحول یا گردانش روی خواهد داد. پس نخستین تحولات باید در اندیشگاه رخ دهد، چنان که از بازی ها یا همان کنش ریفسان عامل فریب در ذهن رها شویم. گر اندیشه ها شد به جانت و بال، رها کن تا اندیشه ها تو بگیری دو بال. مقصود این است که مانعی برای ورود به سرزمین ناپیدای جان نباشد. حافظ شیرین سخن گواه کلام ما می آورد که میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. پس هوشمندانه و همیشه اراده سفر کنید، آن هم با دل و جان. حتی شما که اکنون خواننده یا شنونده این سطور هستید. اما جهان شاهنامه آشکار کننده و گستراننده جان انسان است. چنان که نقش مایه هایی که فرزانه طوس در شاهنامه به جان میزند، چنان خواننده را دلیر و بی‌پروا میکند که بتوان به درون تاریکی وجود سر زد و از درون آن هویت گم شده خود را بازیافت. چنان که کیومرس فرزند خیش سیامک را به دامان تاریکی فرستاد تا خیش برتر یا فرامن خود را باز یابد، و اگرچه به دست فرزند اهریمن تاریکو کشته می شود، اما فرزند او هوشنگ کار را به سرانجام می رساند و کین پدر را می ستاند. گویی جانبازی جانیابی دوباره است. پس جان چون حرکت راستین بگیرد، طی طریق جاودانی گرفته است. پس فردوسی فرزانه که استاد و راهنمای درون نیز است، گویی کشور ایران را با زبان خرد باطنی یا خرد نهان نگر همچون کالبد انسانی نگاه نموده و گویی مردم را نماد آگاهی دورانها دیده است. پس شاهنامه را
خودآگاه انسانی در طول تاریخ فرض نموده است. بنابراین با سفر به ساحت و ژرفای شاهنامه گویی به آبادگاه پهلوانان خرد سفر می کنیم و آن هم بدون زمان و مکانی خاص، زیرا هویت جان را با گنج درون در می یابیم. در این سفر باید چون پهلوانی شد که نمادش رستم دانا و تواناست که هنر آزادگی و دادگری را برای مردم، مجازن آدمی یا انسان، به نمایش می گذارد. او نزد زال آموزش دید و پهلوانی خردمند و بیهمتا شد، زیرا پدرش را هم سیمرغ دانایی پرورش داده بود که به هنگام پیری از خود فرزندی به یادگار می گذارد که یگان پهلوان برنای زمان خیش است. اسب رستم قدرتمندترین مرکب توانای زمان خودش و تنها اسبی بود که توان حمل رستم را داشت. آری، رخش آن گلگون ابرش نزد چوپانی دانا و پیشاگاه پرورش یافته بود. رستم پس از جستجوی فراوان رخش را می‌یابد و از چوپان بهای اسب را می‌پرسد و چوپان بهای آن را ملک ایران زمین می‌گوید. رستم می‌پذیرد و چنان که بر نیروی سرکش رخش چیره می‌شود، همانا بر هوای سرکش خود چیره می‌گردد. به حکمت چنان باشد که رخش مرکب جان انسان جان‌آگه یا پهلوی فرزانه از ایران سرای دل است. رستم به دوران آشفتگی و پریشانی ایران پدیدار می شود. پهلوانی خدایگونه و دشمن دونمایه افراسیاب از موقعیت ضعف ایرانیان استفاده کرد و در این دوران به ایران تازیدن آغاز کرد. انسان چنین است که انگامی که درونش آشوب شد، داناییش دچار ضعف و سرگردانی می کردن. آن هنگام است که نیروی تاریک و اهریمنی، مجازن ناآگاهی، به او می تازد. از نگاه نگارنده، آدمی هنگامی از درون دچار ضعف می شود که ذهنش لبریز از افکار بیهوده و پیوسته و مهمتر تهی از خرد باشد، زیرا دیگر ظرفیت دارا شدن فضیلت و هوشمندی و آگاهی را ندارد. گویی او خودش تبدیل به آن افکار شده است. نکته مهم دیگر این که انسان هرگز در رکود و امنیت رشد کامل نمی کند و هوشمندی نمی گیرد. آنگاه که احساس ناامنی در زندگی و جهان هستی آشکار شد، در تکاپوی رهایی و بازیافت هویت خیش برمی آید. یعنی اگر احساس خطر شود، به دنبال چاره‌ای برای رهایی می گردیم. انسان اگر هویت خودش را در زندگی از دست بدهد، بیانگیزه، بیگانه از خیش و بیگوهر می شود و انسان بیگوهر نابود شدنی است. فرزانه توس به شاهنامش یاد می دهد که بی پروا به تاریکی سفر کنیم تا از دل تاریکی طلوع و درخششی دوباره و آگاهانه شکل گیرد و از این کار پروا نکنید. سفری آگاهانه نیز چنین است که جایگاه بی حاصل را ترک تا جای بهتری استقرار بگیریم، هرچند آن تغییر موقت باشد. اما گیومرث
نماد نخستین انسان و شاهنشاه شاهنامه، جانزاده یا فرزند سیامک را به سوی لشکر اهریمن تاریک می فرستد تا رزم آغاز کند و پختگی یابد. اگرچه به دست فرزند اهریمن کشته می شود، اما از این پاکبازی نسل سوم یعنی هوشنگ فرزند سیامک چنان پرورش می‌یابد که به دادخواهی پدر رفته و وارد تاریکی می‌شود. یعنی سفر به درون تاریکی از برای یافتن هویت نورانی و زنده نمودن و پاسبانی از آن است. و این چنین است که زایش و خلق از درون به بیرون شکل می‌گیرد. در اسطوره هوشنگ آتش را که نماد نور، سپندی، پختگی و آگاهی است، بر زمین مجازاً تن به کار می‌گیرد که آتش دل را که نماد زنده ماندن است یادآور شود. از سوی دیگر فردوسی بزرگ عامل رشد رسایی انسان را در آتش درون دید، ولیکن آن پیر هجیر مولانا آتشی پایه‌گذاری نبود که در سخنش به خصوص در دیوان شمس آتشین و بی‌پرواتر مشهود است. چنان که نی را که نماد نفس ناطقه انسانی است دارای بانگ سرکش و آهنگ جانفزا که چون آتشی در آن افتد شعله رسامند انسانی یابد می‌بیند. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. از نگاه خرد خسروانی، خرد باستانی ایران، سرشت آدمی پاک نمی‌گردد مگر به آتش وجود، زیرا نور وجودی را فروزان و دریافت معرفت معنوی را آسان‌تر می‌کند، زیرا که نقش آن بر لوح جان شکل می‌گیرد. البته باید در نظر داشت که نور راستین یا اشراقی بسیار رازی و رمزی است. آن از برای شناخت و آگاهی است و تاریکی ریشه در ناآگاهی دارد. در خرد اسطوره‌ای آتش جان که عامل رشد رسایی است، حامل هفت رنگ در هفت خان و نیروی فزاینده در هفت پرتو درخشان دارد. آنچنان که نور سپید از هفت رنگ برتر پدید آمده، سپیدی جان هم هفت خان خرد و مهر در خود جای داده که چون نی هفت بند باید تهی باشد تا هفت آوای اسپهبدان اعظم در آن خوش به نوا درآید. بنابراین مقصود مولانا و فرزانه طوس آتشی نهفته در جان آدمی است که مولوی آن عارف بی همتا از آوای نی نمادین در هفت بند بهره می گیرد. و این چنین است که ذوق عارفانه نورنوردان در سفر به هفت وادی جان که نور ناپیدا دارد به یاری روان گویا و گمان آگاهانه پرتوان زمینه پیوندی به انوار ملکوتی را فراهم می آورد. چنان که پس از ادراک حکمت اشراق که سرچشمه از خرد خسروان دارد، در نهایت باید از اسپهبد جان به انوار پیروز یا انوار قاهر پیوند گیرد و آن کس که دارای آتش
یا نور خالص نهاده است دارای فرهی می گردد، زیرا او دارای آتشی می شود که همه ناپاکی های وجود را می سوزاند و انسان را پخته و سبکبال می گرداند. چنان که مولانا گوید خام بودم، پخته شدم، سوختم. بنابراین سفر ویژه مرتو، مجازن آدمی یا انسان، سفر از تن خاکی به کالبد آتشین است که این سفر باید در برگیرنده آوای آسمانی آن نی داوودی هم باشد، زیرا موسیقی ارزشمند و باشکوه دارای نور و عنصر آتش است. بر این گواه چون جان آتش شد، پلیدی های وجود در آن بسوزد و انسان سبکبال شود. پس آن هنگام که از افکار و وابستگی به پدیده های زمینی دور شود، دلبسته به عوالم برتر مینو می گردد و دل به سفر به آن وادی خواهد بست. مسافر نورنورد چون سهروردی است که بران می شود عالم برتری را از جرفای جان دریابد و رصد کند که ناپیدا اما جاودان است. بر حقیقت عالم مرگ چیره نمی گردد. ماجرای از شهادت جان بسیار شنیده ایم که آن شمع وجود است که تاریکی را پر از نور و آرامش می کند، و این که حکایت جانسوز و ماجرای اندوهباری هم از پی شعله شمع شنیده ایم و آن جان باختن پروانه برابر نور است. گویی پروانه پروا از جان باختن برابر نور را ندارد، زیرا رازی میان عاشق و معشوق جاری است. شاید هم داد و ستدی نوری در میان که مولانا گوید نان دهی در راه حق نانت دهند، جان دهی در راه حق جانت دهند. آیا براستی راز نزد پروانه بود؟ یا در دل شمع که سراپای سرشار از شرار و سرشت می گردید؟ گمان بر این است که شعله شمع می دانست که راز جان کندن پروانه ز چیست، زیرا از دل او آتش جانسوز برمی خواست. در اسطوره ها شمع را نماد و حامل آتش ازلی دانستند. دوست نازک نظری را می شناختم که جور دیگری با ماجرا همراه بود. می گفت معشوق حرمت عاشق نگه نداشت و خون ناحق پروانه گریبان شمع گرفت، که آه عاشق زود دامنگیر می شود. یا بانگ بر فرهاد عاشق بر می داشت که ای آسمان و زمین، او ستودنی نیست، نیک بدانید که او ننگ دفتر عشق بازان است، چرا که با تیشه آهنین به جان کوه افتاد. اگر دلی چون دلاوران نورنورد داشت، از چشم لیلی برق غیرت بر می گرفت و به یاری مژگان کوه کن می شد. گویا دوست ما با سفر به دیار صاحب تبریزی، آن برنای باریک بین دو بیت هم شاهد سخنش آورده بود که ای صبا از من بگو فرهاد بی بنیاد را، تخم ننگی در میان عشق بازان کاشتی، کوه را با تیشه کندی بی حیا از بهر چه، تیشه آهن چه می کردی تا
تو مژگان داشتی. بروی تنها راوی بودن بهتر از داوری نمودن است. اندر میان سخن ما از وادی جان حکایت سفری نهفته که اگرچه حادثه ماجراجویانه یا سوز و گداز عاطفی ندارد، اما آتشین است، همانند آتشی که از دل شمع برون افتاد و بر جان عاشقی فتاد و افروختنی نو به نو نموده است. هوش نهانی داند که جان هم پر پروانه دارد، هم پر سیمرغ، و هم دارای دو بال، یکی سوی شهر جابلقا و دیگری به سوی جابلسا می نگرد. یا دو بال اپراشتگان در نماد اسطوره‌ای آن. پس به درستی می توان خلق همای دیگر نمود، یا اینکه صبر پیشه کرد تا بیازمایند که آیا لایق پرواز هستیم، یا اینکه باید پاکبازی جانباز باشیم. فردوسی بزرگ می‌فرمایند هر آنچه آفریده است جفت آمدند، گشاده ز راه نهفت آمدند. اما رازی بزرگ را می توان در نظر گرفت که با تمام وجود در آتشی سوخت تا بالی نو گشوده شود و از این اقبال نیک دارای عزت نفس شد، که وجود آدمی را سرشار از فضیلت می کند و چونان باشد که به نهاد سرشتین آدمی اراده و آهنگی دهد که توان جهیدن از جان به جهانی را دارا شود. چنان که برخی کشتگران خاشاک مانده از پیش در زمین را می سوزانند تا آفت از آن برگیرند، رهپوی نیز زمین وجود خیش را باید بسوزاند تا آماده کشت و دریافت بذر معرفت شود. برای سفر هم مرکب سفر باید با آتشی از مایه عشق درآمیزد که به سرعت و بی‌پروا به مقصد و مقصود برسد. اما در این گذر و سفر راستین شاید شما با آینه‌ای روبرو شوید که چهره‌ای از خیشتن واقعی در آن پدیدار گردد. اما دوستان صادقانه و بیریا بدانید که بر حکایت ما حکمت حاکم است و عشقی روان چو دو بال پروانه که پشوانش شهپر پندار و گمان که از آتش پروا نمی کند. پس چون آتش و آینه حکمتزا هستند، اوهام و فریب و خرافات جایی ندارد. اگرچه در این عصر سر سخن و حکایت حکیمانه کمتر خریدار دارد و جهانهای مجازی و موازی همزمان بر پندارگاه انسانی میتازند، باید چاره‌ای گزید، زیرا انسان خردمند نگران سرنوشت سرشت خود میشود. اما برخی چون در نمیابند چه کنند و سرانجامشان چیست، قصد فرار از خیش دارند و گاه در ناآگاهی یا بیچارگی به مخدرات و مسکرات و آرایش موی و روی یا ستردن استخوان بینی و تتوی تن روی می آورند. آراستن تن و روی به توازن نیکو باشد، اما غافل از این که جان را هزاران مأمور آشکار و نهان رهنماست، یکی چون عارفان و عاشقان همچو حافظ که از آن به هاتف غیبی یاد نموده است، یا حکیمی چون شهاب سهروردی انفاس قدسی گوید که همراه سروش باشد،
در روزگار کهن کروبیان و گاه اپراشتگان این نقش را داشتند. اما این حکایت کوتاه را معنایی به بلندای خورشید مهر که هم آینه دار وجود است و هم آتشی از درونش دارد همراهی می کند. پس کسی به همدلی بایسته می آید تا دل به سخن در آید. در این عصر پرنیرنگ و فریب، نور خرد بر دل کمتر کسی خانه می گیرد. لیکن سفارش نگارنده این است که اگر دلی داغ و پر نور دیدید، دل به ایشان بسپارید و پروا مکنید که گوهری نزد ایشان به امانت است تا صاحبش که گوهر گوهران جان نزد اوست برگرداند و با او یکی شود. هر که دیدارگاه و روشن دل باشد، نور ناهید بر دلش آید، گویی اقبال از مشتری هم بگیرد و آنگاه که روانش از قفس بپرد و در فضای بی زمان به وادی نور خرد و مهر اوج بگیرد. باری سفری خوش از آن شب خوب به یاد دارم که در رؤیا بودم. به قول فرزانه طوس، هر آن کس که در خواب دانا بودند، به هر دانشی بر توانا بودند. خوب در نیافتم با جماعتی چون پری در سخن بودم یا یکی از ایزدان آگاهی که در گوشم خواند، با هر که سخن میگویی با افکارت هم سخن مشو. به نظر می آمد پژواک اندیشه مولانا باشد. گفتمش اگر فکر نباشد چه چیز جایش باشد؟ گفت تو را نوری از جنس خرد درون یاب شود، آنگاه است که با بصیرت شوی و نیازی به هم سخن نداشته باشی، زیرا درونت آتشکده ایست خورشیدگون که زایش و روشنایی از آن است. در پیام راستینش از خورشید نام برد. در بازی و دخالت ذهن درست در نیافتم که آیا خورشید اسطوره‌ای مؤنث است که زاینده باشد یا مذکر. اگر ماه را که مقابل خورشید نماد کنند چه جنسیت دارد؟ اما این را می دانم، چنان که در شهادت شاهنامه آمده، همیشه راز نزد مادر بوده، از یک سو ضحاک و مادرش و نیز راز هویت سهراب نزد مادر سهراب. اما مادر هستی که از آن زاده شده این نمادش زمین است. آیا راز نزد زمین است یا در آسمان؟ جواب را چه کسی می داند؟ ندایی که از نهادم برمی آمد پاسخی در خور پرسش دارد. بکوش به آوای خرد گوش جان سپاری تا پاسخ درست برگیری. چون این می نماید که نور نهاد انسانی خداگاه گشته و سرزمین پاک ما از سرچشمه آب معرفتش کم شده و همچنین از میزان آب و دریاچگانش هم کم شده و کمتر چشمه‌ای هم در حال جوشش است که تن و جان را سیراب کند. پیش از این مردمان سرزمین مهر سر به آسمان داشته و آستان آن یگانه را سپاس می گفتند.
افسوس که اکنون سرها به پایین فرو افتاده و گویی مردمان حمل مجاز می کنند و گرفتار اوهام و اذهان دستگاه های هوشمند و هوش مصنوعی شدند. یعنی انسان کنشگرا به بند آمده و تبدیل به واکنشگر، به پرورنده خودش شده. حتی بسیاری از مردمان قهرمان و منجی خود را در فضای مجازی و هوش مصنوعی جستجو می کنند. شاید هم زندگی زمینی دو بخش پیدا کرده و دوگانه شده و ما خبر نداریم. و جالب آن که بیشتر اخباری هم که به گوش می رسد از جنس دروغ است. خطر آنجاست که زندگی مجازی هم تولید توهم و دوگانگی کند. در روزگار ما دوستان مجازی هم بسیارند که گاه هم دیگر را ندیدند. و نگرانی بزرگ این است که این روند زندگی ها را تباه کند و به جای جفت زندگی یا جفت معنوی جفت مجازی پدید آید. به هر روی گوش چشم اهریمن ریفسان کر و کور و از این گفته های ما دور باد. بنابراین اگر بخواییم همراهی اسطوره‌ای با اهل دل داشته باشیم، اوصاف عصر نو چنین است که گویی شب گیسوی فریب خود فشانده و به جای فرشتگان دیو و اهریمنان و آنچه ریفسان خوانده ایم پندارگاه مردمان دریده و مجال اندیشیدن درست را از مردمان ربوده است. پناه می‌بریم به فردوسی بزرگ که می‌فرمایند نشان شب تیره آمد پدید، ز ما بخت فرخ بخواهد رمید. از این پس کتاب فروشی ها بسته می شود و جایش ابزار اغواگر جهان مجازی پدیدارتر یا تبدیل به دکان خوراک شکم مردمان می شود. زیرا در این زمانه که همه گمان بر عقل کامل دارند و گاه معنویات را در بازار خرافات به اندک پولی خرید و فروش می کنند، چه جای کالایی چون کتاب خواهد؟ به یاد غزلی افتادم که سالها پیش سرودم و مطلع آن این بیت است. غزل: مستی مکن، عصری جدید است، خرد در بند و نادانی مزید است. به گوش جان آوایی از بطن اسطوره ها گفت، آسمان سوراخ گردیده و زمین آلوده از نیدنگ، گو اهرمنگون گشته و اکسیر جادوی سیاه را در اذهان نوع بشر نهاده است. از دیگر سوی نیز مادرش هم از پای ننشسته و آتش را به دود آلوده نموده و آبهای پاک و شیرین را به نمک شورانده است. راست می گفت، زیرا پلیدان و ستمگران به آسانی جان مردم ستانند و آتش بر زمینی که تنش را تاریکی رو بوده جانی و جان ستان شده است. به زبانی دیگر در پیمان ازلی تاریکی را تازشگر و نور را نهان نموده و عقل را رو بوده است. پس آتش جنگ و کشتار حتی برای یک روز در سراسر زمین خاموش نشده است. پرسش اینجاست که این جان زنده یا سیاره زمین را که به آن سفری سخت کرده ایم می توان گفت مقدس است؟ زمین که هیچ، کل جهان پیدا جز پدیده‌ای شگرف و ناپایدار نیست و کار عقلانی بر آنچه پایدار و استوار است راستی می‌گیرد، نه بر آنچه میرا و دور از گوهر حقیقی است. بنابراین چرا باید بر چیزی فناپذیر دل ببست؟
اما دردی بزرگ بر جان اهل معرفت و حکمت جان تابان است که بسیاری از مردمان خودکامه و نفع طلب ظاهربین افسون زده و به لذتها آلوده و بسیار ناگاه شدند. آنان در جدال و تلاش سخت بر تصاحب لذتی زود گذر گریبان یکدیگر را می درند یا با نیرنگ و درویی برای به دست آوردنش می کوشند تا جایی که حتی گویش و گفتار مردمان پس رفت نموده و بی ادبی مرزها و ساحت زبان را در نوردیده است. عشقهای زمینی ناپایدار و تهی از راستی و شاید آنها را هم باید در کتابهای کهن جستجو کرد. دوست نویسنده نامداری دارم که بسیار دانا و دانشمند و بسیار باریک بین است. با اینکه سن و سالی را گذرانده و گرد پیری بر سر نشانده، اما ذوق جوانان پرشور بر دل دارد. برایم خاطره ای تعریف کرد که باری چندی پیش کلاهی بر سر بیمویم نهادم و عینک همیشگی را عوض کردم تا در انجمن شعری شرکت کنم. با نام دیگری از خود آنجا قدم گذاردم. با تلاش بسیار وقت گرفتم و پشت تریبون قرار گرفتم. نخست بر انجمن درود فرستادم و جز چند سلام آرام و بی حال پاسخی نگرفتم. میان همهمه حضار یک غزل ناب و پرمعنا خواندم و هنوز بر جای ننشسته انتقادها آغاز و متلک های نامربوط نثارم شد. اما پس از من دختری چون پری برنا زیبارو شیک و علمود با خرامش خاص محرویان در افسانه ها ایزم با بینی عمل شده از روی گوشی دستی یک شعر سپید بی‌معنا را چند ثانیه خواند و تمام نشده صدای تحسین و دست‌ها فضا را پر کرد. هیاهو و تشویق چندی ادامه داشت و کسی هم انتقادی نکرد. پنداشتم سخنان افرادی چون ما چندان خریدار ندارد، مگر آن که از مکنت و مال دنیا و زرق و برقش چیزی به نشانه باشد و یا از جمال رو یا حسن ظاهر کم نباشد و البته اگر اندکی چون من نامور هم باشند بهتر پذیرایش شوند. حال و هوای آن دوست را به خوبی درک کردم. او درست می گفت، زیرا واقعیت با حقیقت بسیار تفاوت دارد. فردوسی بزرگ می فرماید چنین است رسم سرای فریب، فرازش بلند و نشیبش نشیب. چون نیک به واقعیت ماجرا نگاه کنیم، متوجه خود فریبی ها، خود نمایی ها یا مدگرایی که توهی از خرد باشد می شویم که در این میان گویا در جوامع ناگاه هنوز هم سخن افراد ثروتمند بیشتر از دانای تهی‌دست خریدار دارد. جای شگفتی دارد که حتی بر وجود هنرمندان هم پول و سرمایه اثر می‌گذارد و بی هنر را نزد مردم عوام صاحب هنر می‌کند. به هر روی برای آن دوستم که دارای درد مشترکی بودیم از حکیم طوس بیتی چنین آوردم: هر آن شه که در بند دینار بود، به نزدیک اهل خرد خار بود. و گفتمش دوای درد جانت غزلی است نزد من که برایش چنین آورد: به گرد آتشم پروانه‌ای نیست، به غیر از دل
سمندرگونه ای نیست. ز سوز سینه و داغ جگرسوز برای درد دل دردانه ای نیست. مرا جانی پر از مرغان عاشق به غیر از دانه غم دانه ای نیست. به افسون جهان جادو نشاندم، دگر افسونگر و افسانه ای نیست. دگر گوشم سرود تر نیوشید که مهر و مستی از جانانه ای نیست. سرم سرشار از سومای پرمهر، دگر ساغرکش پیمانه ای نیست. زبان سرخ و دلم آتش فشان است، حریف و همدل و همخانه ای نیست. گواه راستین در چام امجو که در این شهر شب حنانه ای نیست. چو بر توبای ما سرخی سرا کرد، در این قربتکده فرزانه ای نیست. ز خاکستر شوم فرشوگری راد که در شهر خزان خمخانه ای نیست. از این جان سوختن سینا براید، بسوز ای روح تر سامانه ای نیست. اکنون دوست دارم شما را به هزار سال پیش ببرم، به جهان استاد بیهقی که دارای دیدگاه و جهانبینی جالبی است و این مهم از خواندن اثرش آشکارا دریافت می شود که حتی با باور خداوندگار خرد، فردوسی بزرگ هماواست، زیرا با اندیشه او آشنایی داشته است. نزدیک به روزگار فرزانه طوس بوده و بیشک او خدای نامک‌های کهن را نیز چنان که خود اشارتی نموده خوانده و در اثرش به آشکار سویه‌هایی از شاهنامه و جهانبینی آن موج می‌زند، چنان که دیدگاهی مشترک و خردمدار به نمایش در آمده است. و مقرر گردد که هر کس خرد او قوی تر، زبانها در ستایش او گشاده تر، و هر که خرد وی اندکتر به چشم مردمان سبکتر. بیهقی صفحه 100. او در خطابه خود خرد را دارای روح خوانده است. بیهقی تربیت دیوانی دارد و گویی روح خرد و عرفان را در روح دیوانی آمیخته و این کار به ما می آموزد که انسانی کنشگرا و جامع الاطراف باشیم و از عنصر خرد یا حکمت در هر جای و گاه غافل نشویم و بر این مهم ما را رهنمون می شود. بیهقی یادآور انسان خوب می شود که انسان خوب کیست؟ و در خطبه تاریخ مسعودی یا بیهقی به صراحت و صلابت گفته است: نخستین صفت انسان خوب باید آن باشد که ذات خود را بشناسد، زیرا چون ذات خیش را بدانست چیزها را دریافت. و می نویسد: هر کس خیشتن را نتواند شناخت، دیگر چیزها را چگونه تواند دانست؟ وی از شمار بهایم است، بلکه بدتر از بهایم که ایشان را تمیز نیست و وی را هست. اما داستان ما از آنجا آغاز می شود که در آن لحظه هایی که افکار از اندیشگاه سفر کرده بود و فکری در سر نداشتم و خوشحال بودم و نگرفتار اندوه، چنان که درکی از زمین و زمان هم نبود، حواس ظاهری از من رهید
و شاید میان خواب و بیداری یا شبه مرگ در حیرتی گرفتار شدم. به واسطه آن از هیاهوی این دنیای زمینی رها شده بودم و به جهان درون پرتاب شدم تا تجربه‌ای تازه را به کارنامه جان بیفزایم. پیش از این حیرانی احساس گمشدگان را داشتم، آن هم در شهر ناشنای خودم، زیرا برانگیزنده‌ای چون خشم، رشک، خودستایی، وابستگی و غیره را در وجودم تازشگر نمی دیدم جز یک پرسش بزرگ: این که کیستم؟ از عقل پرسشگر پرسیدم، پاسخ همان باور درونیم بود: اگر جهان را حاصل تابش نور ببینیم، از تابشگاه حقیقت عالم آمده ام. اما اینجا اکنون و بدین وادی چه می کنم؟ آیا جای بهتری نبود که باشم؟ آیا مأموریتی بر من نهاده بودند یا به میل خیش آمدم؟ و اینکه چرا همه چیز تاریک و عاری از نور حقیقی است؟ میدانم که بسیاری از مردمان گویا از سرزمین سرشت خیش دور افتادند و مانند نگارنده این سطور از پی کشف و کاوش اسراری از گوهر وجودشان هستند. اما دوست دارم این واقعه را با شما سهیم شوم. آنچنان که در کتاب ها و روایات کهن خوانده بودم، گویی جهانی نو و تازه را تجربه می کردم. از آنجا که بسیار تازه و بیمانند بود، نمی توانم توصیفی بر آن حالت داشته باشم. لیکن از اشکال زمینی بی بهره نبود و همچون جهان اسیری به نظر می رسید. در کاوش و کنجکاوی چون کودکان سر از پا نمی شناختم و در حالت سرمستی و رامش و آسایش بودم که آتشین سیمایی به ویرانه جانم جهید و چون توده ای از نور به پیشانیم برخورد. گویی جهان نو به دور سرم چرخید و همان لحظه گمان کردم آنچه آشکار گردیده پدیده ای مجازی باشد، زیرا به هر جهت که می نگریستم به سرعت رو به مرگ در حرکت بودند. حتی طبیعت که لباس بهار بر تن و رو به نو شدن می رفت، شروع مرگ را رقم می زد. آرامش جاری شد و به گوش درون نغمه آشنا پیچید که: اگر پرتو حقیقت به جانت خورد، جاودانگی و درخشندگی بی پایانی بر تو آشکار می گردد. زمان از ذهنم پر کشید و ندانستم شب است یا روز، در کجایم، در چه حالم یا چه سالم، ولی احساس کردم که سراسر آتش شدم، آنچنان که در توصیف نیاید. لیکن درک می کردم که این آتشی نیست که به دنبال فرار از آن باشم و از بودنش گرم و خرسند بودم. اگرچه اندکی التهاب و ارتعاش همراهش بود، اما زمینه دریافت آرام آگاهی را حس می کردم. خود را زیر آبشاری از آگاهی نور دیدم، زیرا خوی درونیم همیشه تشنه آگاهی از جنس تازگی و تراوت آن بود. لختی که هوشیار شدم، دریافتم که در واقع این همان آتشی است که نمی سوزاند، ولی پختگی معنوی و گرمای جانفضا و لذت درونی هم دارد. هرچه آن را بیشتر احساس می کردم، مانند دلهوره پیش از رویدادی
تپش قلب را آشکار می‌کرد. دریافته بودم که جهان پیدای پیش رو بسیار ناامن است، پس انگیزه‌ای شده بود که به جهان ناپیدا پناه ببرم و پروایی نداشتم، چون آن آتش فروزان شور شیدایی نو به نو می بخشید. در آن حال آینه‌ای برابرم پدیدار شد، شفافیتی شگفت داشت، همچون آینه افسانه ها بر کف فرزانگان. خوب دقت کردم که ماهیتش را دریابم. پرسشی از اعماق وجودم آوایی سر داد که اندر آینه نگر. آیا آینه کائنات جلوه‌گر شده که این چنین شفاف است؟ دیگر هوش ظاهری نداشتم، حتی چشمانم در شفافیت آن آینه محو شده بود و احساسم به ادراکی ژرف تبدیل شده بود. کم کم در آن آینه چهره کودکی پدیدار شد که گویی بسیار آشنا می آمد. انگار کودکی خود من بود، ولی در ادراک درونی بسیار کهنسال و سرخ روی می آمد. یاد دختر اسیری در بوف کور هدایت افتادم، اما این برتر از آن گمان می آمد. به ناگه سراپایم را شور و شعف فرا گرفت، چون باد سبک و قلب آرام و دیگر حافظه هم نداشتم. هیچ فکری تصویر سازی نمی کرد. این بار هم در دلم آوایی تنین انداخت که هرچه از افکار خود خالی شوی، رای روشن مست یک حالی شوی. گوهر جان را چو یابی در صدف، آگه از گوهر به جان عالی شوی. دلم خواست با آن آینه سخن بگویم و خوب درک می کردم که ذهنم نبود که این خواسته را داشت، بلکه دلم از دیار دانایی می‌خواست که با آینه صحبت کنم. در جهان پیدایم هرگز آینه‌ای به این شفافیت ندیده بودم. به راستی که دل همان جهان ناب درون ماست. مانند کودکی که در آینه دیدم، آرام آرام بزرگ و بالغ می شود و همیشه برای جانهای خسته آوا و آوازی می خواند. گاه رنگ و نور هم هدیه می دهد که خودش را بهتر نشان دهد، اما اگر بالغ باشد روشنی هم دارد، آن هم از جنس نور ناب خرد، آتش عشقی که شرارش رو به بالا می رود و جلوه آن انسان متعالی و فرهمند را نمایان می کند. اگر پاکی و خلوص ببیند، به گونه خودش را معرفی می کند. او یک بار خودش را این گونه معرفی کرد: دلان دهلیز آگاهی ناب است، شکوه مهر آن چون آفتاب است، چو مست آوا کشد آتش تراود، چو بی آتش شود خاموش و خواب است. دریافتم دل را باید بالغ و سلامت نگه داشت، چرا که بتواند گل عشق را با تراوت بپروراند و جلوه زیباتری به وجود بدهد. دوباره آن آوای لطیف ترانه سر داد: به حیرانی بودم کآوای شاد آمد، از آن آبادی مردان راد آمد. به دل آتش نهاد و آن شرار افکند، رهایی با دل آگاهی به یاد آمد.
ویژه آن که باید دلاگاه شد تا پرتو حکمت را از خورشید بارگاهش دید. حتی آن درخت معرفت باطنی که در متون اسراری آمده یا آن کوه نور، قله‌های معرفتش ریشه در دل دارد که میوه مهر هم هدیه می‌دهد. در آن حال شگفت که پدیدار شد، درود مینوی بر دهانش داشت و من هم درهای درون به روی شادمانه گشودم. باز هم پرسشی پرنیان پندارم را در رو بود که دل پروانه چگونه میتواند باشد؟ آیا آن هم آوای عشق در خودش دارد؟ آیا شهامت و دلاوری پروانه بیش از دیگر جانوران نیست؟ پاسخ نزد شریعت سنگلجی است. بیا همت پروانه بین که خود را سوخت، نخواست سری زین انجمن برود بیرون. پس شفیق تنهایی همه ما باید دلی پر از معنای معرفت باشد، نه ذهنی سرشار از افکار. زیرا اگر پندارگاه پاکی داشته باشیم، وحدت حضور دل ما را تنها نمی گذارد. بنابراین دل را زنده و تابنده، نفس را نیز ز تازش می اندازیم. که هرگز مرا که گرد قلعه وجود به طواف خویش آمده بودم تنها نگذاشت. هر کس که بر درختی بالا رود، چنان که بر شاخ درخت آویزد فرو افتد و آن که بر تنه دست یازد استوار بماند. این مثال مانند آن است که کسی بر ذهن و نفس بیاویزد فرو افتد و آن که بر دل که تنه تنومند روان گویاست پیوند گیرد و به فرنود مینوی فربودی و جاودانگی یابد. گویا در آن لحظه نام دیده بر تاج دل داشتم و شهپر جان به خیز پرواز مهیا کرده بودم، چنان که پرده ز افکار کنار زدم و بر سریر جان آرام نشستم. این بار به ناگه نوری فروزنده تر به پیشانیم تابید و دوباره چهره آن کودک پدیدار شد. این بار به سپیدی می زد و لبخندی به دهان داشت. حس کردم می خواهد چیزی بگوید و انتظار اجازه سخن دارد. شک داشتم که بتوانم مقصود دل را به او برسانم، ولی با هر سختی و کلنجار با خودم از او پرسیدم: آیا تو همان کودکی خودم هستی؟ او تنها لبخند می زد. ناگهان در سرم صدایی پیچید که تشخیص دادم اوست. گویی به امواج مغزیم درون گویی می کرد: من حکم آن پیر فرزانه تو را دارم و میپنداری که کودکی تو هم. گفتم: آخر چگونه؟ و تو از کدام سرزمینی؟ من از خرد اعصار نوع بشر آمدم، از دیار هفت اقلیم عالم که اندر میان کوههایی بلند و سترگ قرار دارد. گفتم: چگونه سوی من آمدی؟ گفت: تو مرا سوی خود خواندی. یادت نیست دلت چه آوایی سر داد؟ پرسیدم: آیا به دیدار همه کس می روی؟ گفت:
اگر بیدار دلی بیابم بیدرنگ به سویش روان شوم. پرسیدم آیا تو مسبب بیداری انسان ها هستی؟ گفت هر کس مسئول بیداری خودش است. پرسیدم حال بیدار دلان چگونه است؟ گفت آن که وابستگیش اندک و سرگرم هواها و بازیهای ذهن نمی گردد، روانی آرام دارد و احساسی لطیف و افکارشان بر عقلشان تازش ندارد و فرمان نمی دهد. آن که تن از لذتهای کوتاه کم و برآموختن بیفزاید، زیرا زمان حیات کوتاه است و آن اندازه توانمند باشد که زمان را نیز شکار کند و چندان اجازه تازش آن را به اندیشگاه ندهد. گفتمش زمان را چگونه شکار می کنند که بر ما همچنان می تازد؟ گفت آیا تو بدین وادی آمدی؟ زمان را درک کردی؟ گفتم فقط پرتوی از نور در خاطرم هست، اما درست درک نکردم که چیست. گفت رازدان باش که این نور از سوی ایزدان خرد یا کروبیان باشد. دو بال آن همای ز آشیان توبا گسترده شده و تنها پرتوی از آن بر تو خورده که چنین مدهوش گشته ای. گفتمش ای پیر دانا، سخت سخن میگویی. و من سخنم را قطع کرد و گفت بیهوده بر خود سخت مگیر که من به زبان فاخر و فرخنده خودت سخن میگویم، نه به زبان مردمان کوی و بازار. سخن دارای ساحتی زنده در آدمی است و چون کودکان زبان آموز بیاموز و آن را بپروران، به بلوغ و رسایی برسان تا ارجمند به گفتار نیک شوی. پاسداش از سخن بر هر فرخنده اقبالی بایسته است. پس به حواست سامان و هوشیاری بیفزای تا سخنم را به درستی درک کنی. تا آمدم به حواس پنجگانم توجه کنم، متوجه شدم که پنج حس ظاهرم را از دست دادم و به جایش گویی پنج حس درونی دیگر من هوشیار شده است. حسهایم به اندازه ای ژرف و شگفت‌انگیز بود که نمیخواستم از آنها جدا شوم و دوباره با آن پیر فرزانه هم سخن شوم. انگار افسون آنها شده بودم. رنگها و نورها مرا احاطه کرده بودند و حیران آن وادی بودم، چنان که هرگز نظیر آنها را ندیده بودم. حسی عجیب را دریافتم که حتی دیگر شخصیتی هم برای خود نمیافتم. انگار همه رخدادها زاده من بود و در عین حال منی در کار نبود، چون آن من هم یک کل بود. ناگهان این آگاهی بر وجودم وارد شد که دارم بخشی از هویت ناب خودم را پیدا می کنم تا به واسطه این هویت توانمندی تازه ای بیابم. خواستم به سوی آینه حرکت کنم، فهمیدم پای رفتن ندارم و تا خواستم خودم را لمس کنم دستی کنارم نبود. دریافتم که پنج پاره تنم به یک پاره تبدیل شده
گویی مانند یک تخم مرغ ملتهب شده بودم که آماده زایش و سیپاره شدن باشد. اما بسیار سبکبال بودم، تا به آن هنگام این گونه نبودم، اما از دیرباز گویی در جستجویش بودم. حسی تازه که یارای ادراکم بود، مرا لایق انوار ناب خرد کرده بود. از آن حال سکوتی گویا روان بود و درک می کردم که دیگر تن ندارم، بلکه دیگر ذهن هم ندارم. شاید سرشتی از هوشیاری شده بودم و انگار از زندگی ظاهری رهیده و از وجودی نوین زاده شده بودم. انگار نور درونم انتخاب کرده بود که جهانی نو را دریابد که نور نهاد خودم بود. مانند حس مرگ تازه و آرام شده بودم. شاید خود مرگ بودم. پیش از این چند بار تجربه شبه مرگ را داشتم و باورم این بود که برخی از خسروان یا حکما توان مرگ ارادی را در این زندگی مادی داشتند و از آن به مرگ اصغر یا ابدالی یاد کردند. شاید هم همه کسانی که از سلامت تن و روان برخوردارند بتوانند با تمرین به مرگ ارادی دست پیدا کنند، زیرا به یاد دارم در نوشتاری چنین آوردم که مرگ مانند خوابی عمیق است که چون از آن برخیزی به خوابت بخندی. اگر به استدلال ساده تر رو کنیم، مرگ مانند خواب است، خواب شیرین آرام بخش. پس مرگ هم میتواند شیرین آرام بخش باشد و دیگر جای ترس وجود ندارد، زیرا مرگ هم بخشی از زندگی است. از حکیم طوس آموخته بودم که مرگ را نباید بر خود سخت گرفت تا با آن ما به راحتی بیامیزیم و در اختیار و فرمان ما باشد. فرزانه طوس گوید: اگر مرگ را بر خدا آسان کنی، خود مرگ را هراسان کنی. مرگ هم از جنس خود ماست. آگاه شدم مرگ و زندگی دو روی سکه‌اند و در راستای هم در حرکتند. انگار که مرگ نمک زندگی است و آمیختگی در هم دارند و آستانش دروازه دنیای مینوی است و این مرگ است که ما را مدیریت می کند. ما در سایه مرگ زندگی می کنیم و از رحمت وقوع آن زندگی ما معنا می گیرد. پس مرگ رنج و تهدید و بیماری و اضطراب ندارد. بنابراین زندگی و مرگ مانند برگ خزان از یک سو و جوانه در بهار از سوی دیگر باشد. بار دیگر هم شعری خاطرم را در آورد. خسروان گر مرگ ابدالی کنند، جان آگه در بقا عالی کنند. بر سرید فره و فرزانگی با پر سیمرغ اقبالی کنند. اما مرا چه به خسروان و فرزانگان؟ به هر روی باید راوی بود و داوری کم کرد، زیرا یگان داور عالم خرد یا حکمت ایزد است که بر وجود ما با عشق آن یگانه آمیخته و از آن جان و توان می‌گیرد. باری انگار وجودم جانی آگه شده بود، جهان خودم بود که بسیار روشن
روان و آرام بود. میپنداشتم هوشیاری تازه ای دارم، اما در چه وادی بودم؟ خواننده سطور را یادآور میشوم که همواره زبان دل رازآلود و آوای آشکار ندارد، اما کوشش بر این است که آن را به زبان روشن عقل بیان کنم. پس سخن چون مایی را با گوش دل باید شنید و ادراک کرد. اما یک موضوع را هم درک نکردم، که من به میهمانی آن فرزانه رفته بودم یا او میهمان من شده بود. برای اینکه درک تازه‌ای از این حالت خوب داشته باشم، آن حالت را شبه مرگی در جان آگه می نامم، زیرا در آن حال باید نگاهی نو به مرگ می نمودم که همانا نگاهی عاشقانه به مرگ است. چون حس ترس از مرگ نداشتم، پس توان عشق ورزیدن به مرگ را داشتم. حتی به این دید آگاهی رسیدم که مرگ واقعیتی است که حقیقت ندارد.